روز یکشنبه پلیس ارمنستان نوار تسلیم شوی گروه مسلح را نمایش داد. سلاح به دستانی که دو هفته پیش در یروان پایگاه پلیس را اشغال نموده بودند، پی هم از بنا بیرون شدند. اعضای گروه سسنا ترر 17 ایول یکی از چوبه های پلیس یروان را اشغال کردند. اسنای تیرپرانی یک افسر پلیس به قتل رسیده، 5 نفر دیگر مجروح شدند. چند تنی دیگر در گروه گروه سلاح به دست ماند، ولی در دوام هفته اول مقاومت همه آنها رها شدند. سلاح به دستان تقاضا داشتند که پرزیدنت ارمنستان سرژ سرکسیان به استعفا رفته، رهبری آنها ژیرایر سفیلیان از زندان آزاد شود. سفیلیان را ماه ایون با اتهام معاملات غیر قانونی با سلاح بازداشت نمودند. یکی از رهبران گروه سلاح به دست واروژان اویتیسیان درباره قطع مقاومت و تسلیم شوی معلومات داد. با گفتی نام برده، از 30 نفری که بنا را اشغال نموده بودند، حالا فقط 20 کس باقی مانده است. اویتیسیان افزود که او جانبدار ادامه خونریزی نیست و اصلا گروه وظیفه‌اش یعنی تشکیل قیام مردمی را اجرا کرده است. در دوام دو هفته که مقاومت گروه مسلح با نیروهای دولتی دوام داشت، همپیمانهای گروه سلاح به دست جمع آمدهای اعتراضی راه اندازی نموده، کوشش کردند به عملیات پلیس بر ضد سلاح به دستان امکان ندهند. در برخوردهای پلیس با گردآمدگان ده ها نفر جراحت برداشته، صدها اعتراضگر دستگیر شدند.